در جستجوی زمان از دست رفته، اثر مارسل پروست. کتاب چهارم، صدوم و اموره، راوی محمد حسن پور. فصل اول از بخش دوم، قسمت اول. از آنجا که شتابی در رفتن به شب نشینی گرمانت نداشتم که مطمئن نبودم به آن دعوت داشته باشم، بیرون خانه وقت می گذراندم. اما پنداری روز تابستانی از من هم کمتر شتاب داشت. گرچه ساعت از 9 گذشته بود، هنوز او بود که به ستون لکسور میدان کنکورد حالت گزی صورتی می داد. سپس دگرگونش کرد و به شکل مادهی چنان فلزی درش آورد که ستون از آن ماده نه تنها گرانبهاتر شد که حتی لاغرتر و حتی خمش پذیر به نظر آمد. تصور می کردی که بشود پیچش داد. تصور می کردی که شاید پیشتر آن جواهر کمکی قلب شده بود. دیگر ماه در آسمان بود، چون پر پرتغالی به ظرافت پوست کنده، گرچه اندکی لهیده، اما کمی بعد از طلایی می شد هرچه سخت تر. تک و تنها کس کرده در پس ماه، ستاره کوچک بی‌نوایی تنها همنشین ماه تنها میشد و ماه با همه حمایتش از این یار بی‌باک‌تر پیش می‌رفت. هلال زرین پهن و شگرفش را چون حربه‌ای مقاومت ناپذیر، چون نمادی شرقی برمی‌افراشت. در برابر ساختمان پرنسس دو گرمانت به دوک دو شاتل رو برخوردم. دیگر به یاد نمی‌آوردم که تا همان نیم ساعت پیش هنوز از بیمان که دعوت نشده به آنجا بروم بیتاب بودم. بیمی که به زودی دوباره به سراغم می آمد و گاهی دراز مدتی پس از ساعت خطر که به یاری غفلت از خاطرش برده ایم، نگرانی من را به یاد می آوریم. به دوک جوان سلامی گفتم و وارد ساختمان شدم. اما باید اول از رخداد کوچکی اینجا یاد کنم که به درک آنچه به زودی پیش خواهد آمد کمک می کند. آن شب چون شبهای دیگر کسی خیلی به دوک دو شاتل رو فکر می کرد. بیان که او بداند کیست. این کس پرده بردار مادام دو گرمانت بود که در آن زمان کارش را پارس کردن می نامیدند. آقای دو شاتل رو از یاران پرنسس نبود، هرچند که با او خویشاوندی نزدیک داشت و آن شب برای نخستین بار به محفل او می آمد. پدر و مادرش که از 10 سال پیش با پرنسس کدورت داشتند، تازه از 15 روز پیش آشتی کرده بودند و چون آن شب ناگزیر در پاریس نبودند، از پسر خود خواسته بودند نماینده ایشان باشد. اما چند روزی پیشتر پرده‌دار پرنسس در شانزلیزه با جوانی آشنا شده بود که به نظرش جذاب آمد، اما نتوانست به هویتش پی ببرد. نه اینکه جوان مهربانی و سخاوت نشان نداده باشد. همه لطفی را که پرده‌دار می‌پنداشت باید به آقای آنچنان جوان بکند، برعکس از او دیده بود. اما آقای دو شاتل رو همان اندازه که بی احتیاط بود، ترسو هم بود. آنچه به ناشناس ماندن مصمم ترش کرد این بود که نمی دانست طرفش کیست. ترس بس بیشتری هرچند بی پایه می داشت اگر این را می دانست. تنها به این بسنده کرده بود که خود را انگلیسی وانمود کند و در پاسخ همه سوالهای شورآمیز پرده دار که مایل به دوباره دیدن کسی بود که از او لطف بسیار دیده بود، در سرتاسر خیابان گابریل فقط گفته بود I do not speak French. گرچه به هر حال دوک دو گرمانت به دلیل نسب مادری خویشاوندش وانمود میکرد که در محفل پرنسس دو گرمانت باویر اثری از روحیه کرووازیه ها میبیند. عموماً ذوق و ابتکار و برتری فکری پرنسس را بر پایه نوآوری میسنجیدند که در آن محیط همتایی نداشت. در خانه پرنسس بعد از شام برنامه مهمانی هرچه بود، صندلی ها به ترتیب چیده میشد که گروه های جدا جدا و احیاناً پشت به هم تشکیل شود. آنگاه پرنسس روحیه اجتماعیش را چنین نشان می داد که می رفت و با یکی از این گروه ها به حالتی که آن را ترجیح داده باشد می نشست. باکی هم از این نداشت که عضوی از یکی از این گروه های دیگر را انتخاب و به گروه خودش دعوت کند. مثلاً به آقای دوتای نشان می داد که مادام دو ویلمور که در گروه دیگری پشت به آنان نشسته بود گردن زیبایی دارد، که آقای دوتای طبعاً تأیید میکرد و بی هیچ پروایی صدایش رو بلند میکرد و میگفت مادام دو ویلمور،
آقای دوتایی که نقاش بزرگیه محو تماشای گردن شماست. مادام دو ویلمور حس می‌کرد این گفته دعوتی مستقیم به گفتگوست. با مهارتی که عادت سوارکاری به آدم می‌دهد، صندلی‌اش را آهسته آهسته به اندازه 3/4 دایره می‌چرخاند و بیان که مزاحم کناری‌هایش بشود، تقریباً روبروی پرنسس می‌نشست. پرنسس که چرخش ماهرانه و پر از ملاحظه خانم مهمان را کافی نمی‌دانست، می‌پرسید: آقای دوتایی رو نمی‌شناسید؟ و مادام دو ویلمور به حالتی احترام‌آمیز و پذیرا با حاضر جوابی که خیلی ها به آن غبطه می‌خوردند می‌گفت: خودشونو نه، اما آثارشونو چرا؟ و برای نقاش سرشناس که آن گفته‌های پرنسس برای معرفی رسمیش به خانم مهمان بس نبود، به فهمی نفهمی سری تکان می‌داد. پرنسس آنگاه می‌گفت: آقای دوتای، بیایم به مادام دو ویلمور معرفیتون کنم. و خانم ویلمور با همان مهارتی که اندکی پیشتر برگشته بود برای نقاش رؤیا جا باز می کرد. پرنسس صندلی برای خودش پیش می آورد. در واقع مادام دو ویلمور را فقط برای این صدا زده بود که بتواند بهانه‌ای برای ترک گروه اول بیابد که 10 دقیقه مقرر را با آن گذرانده بود و همین مدت را باید با گروه دوم بگذراند. به این ترتیب در 3/4 ساعت از همه گروه ها دیدن می کرد. دیداری که هر بار به نظر سرزده و انتخابی می آمد. اما بیش از همه برای جلب نظر و تأکید بر این نکته بود که پذیرای یک بزرگ بانو تا چه اندازه می تواند ساده و طبیعی باشد. اما در آن هنگام مهمانان تازه از راه می رسیدند و خانم میزبان نچندان دور از درگاه ورودی افراشته و سربلند با شوکتی بیش و کم شاهانه، چشمانی رخشنده انگار از آتشی که در خود آنها می گداخت میان دو پرنسس بری از زیبایی و خانم سفیر اسپانیا نشسته بود. پشت چند مهمان که پیش از من آمده بودند در صف ایستاده بودند. روبرویم پرنسس را می دیدم که زیبایش البته تنها خاطره ای نیست که از میان بسیاری دیگر مهمانی آن شب را به یادم بیاورد. اما چهره بانوی میزبان چنان بی نقص و چنان نگینی زیبا نگاشته بود که برایم کرامت یادگارگونه یافته است. پرنسس عادت داشت چند روزی پیش از یکی از مهمانی هایش با دیدن مهمان ها به آنها بگوید: تشریف میارید مگه نه؟ انگار که سخت مشتاق گفتگو با ایشان بود. اما چون برعکس هیچ گفتنی با آنها نداشت، همین که از نزدیک می دیدشان به این بس می کرد که بلند شود گفتگوی عبثش با دو پرنسس و خانم سفیر را لحظه قطع کند و به سپاسگزاری بگوید: لطف کردین که تشریف آوردین. نه اینکه به نظرش مهمان با آمدنش لطفی نشان داده باشد، بلکه برای هرچه بیشتر نشان دادن لطف خودش. سپس بیدرنگ از سر بازشان می کرد و می گفت: آقای دوگرمان دم در باغه. و مهمانان به دیدن شوهرش می رفتند و او را راحت می گذاشتند. به بعضی ها حتی این را هم نمی گفت و به نشان دادن چشمان زیبای یشموارش بسنده می کرد. انگار فقط برای تماشای نمایشگاهی از جواهر آمده باشند. اولین کسی که باید پیش از من جلو می رفت دکتر شاتل رو بود. چون باید به همه لبخندها، به همه دستهای پاسخ می داد که از تالار برایش تکان داده می شد، پرده‌دار را ندیده بود. اما او از همان نخستین لحظه دوک جوان را شناخت. نام و نشانی را که آن همه آرزوی شناختش را داشته بود اکنون در یک لحظه فرا می گرفت. هنگامی که از دوست انگلیسی پریروزیش می پرسید که باید چه نامی را اعلام کند، خود را نه فقط هیجان زده بلکه همچنین فضول و بی ملاحظه حس می کرد. به نظرش می آمد که برای همگان که البته از چیزی خبر نداشتند، رازی را برملا می کند که گناه کشف و آنگونه جار زدنش به گردن اوست. در انتظار شنیدن پاسخ مهمان، دکتر شاتل رو چنان دستخوش هیجان غرور بود که لحظه لال ماند. دوک او را نگاه کرد، شناخت، خود را از دست رفته حس کرد. و در این حال، پرده‌دار که دوباره به خود آمده بود و به عنوانهای اشرافی آن اندازه آشنایی داشت که عنوان فروتنانه دوک را خود کامل کند، با صلابتی حرفه‌ای که مهری نهانی نرمش می‌کرد فریاد زد: حضرت والا جناب دکتر شاتل رو. سپس نوبت اعلام نام من شد. گرم تماشای خانم میزبان بودم
که هنوز مرا ندیده بود و به کار آن نوکر فکر نکرده بودم که در حق من کاری وحشت انگیز بود، هرچند از نوعی متفاوت با آنچه با آقای دوشاتل رو می کرد. نوکری سیاه پوشیده چون دشقیمان میان گله نوکر با جامه های هرچه شادتر، قلدرهای آماده که هر ناخوانده ای را بگیرند و بیرون بیاندازند. پرده‌دار نامم را پرسید و من همان گونه بی اراده پاسخش دادم که محکومی می‌گذارد طناب را به گردنش بیاندازند و او سرش را شاهانه افراشت و پیش از آن که توانسته باشم خواهش کنم نامم را به خاطر آبروی خودم اگر دعوت نداشتم و آبروی پرنسس دوگرمانت اگر داشتم آهسته تر بگوید، با چنان نیروی هجاهای هیبت آلود نامم را نعره زد که سقف خانه لرزید. جناب هاکسلی، همونی که برادرزادش امروزه در ادبیات انگلیسی چهره‌ای برجسته است، تعریف می‌کند که یکی از بیمارانش جرأت رفتن به محافل را نداشت، چون اغلب خیال می‌کرد که روی صندلی که مؤدبانه به او تعارف می‌کردند، آقای پیری نشسته است. این زن بیمار مطمئن بود که آن تعارف یا این آقای نشسته روی صندلی توهمی بیش نیست، چون بدیهی بود که صندلی آدم نشسته را به او تعارف نمی‌کردند. و هنگامی که هاکسلی برای درمانش او را مجبور کرد به شب نشینی برود، یک لحظه دچار شکی دردناک شد و درماند که آیا حرکت تعارف آمیزی که میبیند حقیقت دارد یا اینکه باید به اطاعت از تعارفی که توهمی بیش نیست برود و جلوی چشم همه روی پای آقایی که براستی وجود دارد بنشیند. دودلی کوتاهش بسیار رنجاور بود، اما دودلی من شاید از آن بیشتر. از لحظه ای که غرش هجاهای نامم رو چون آواهای اولیه فاجعی محتمل شنیدم، خود را ناگزیر دیدم که در هر حال برای دفاع از صداقتم و به حالتی که انگار دچار هیچ شکی نبودم، با ظاهری مصمم به سوی پرنسس بروم. مرا که در چند قدمیش بودم دید و به جای آن که چون در بقیه مهمانها نشسته بماند، بلند شد و به طرفم آمد. و من دیگر شک نداشتم که قربانی توطئه‌ای شدم. اما یک ثانیه بعد همان نفس راحتی را کشیدم که بیمار هاکسلی هنگامی کشید که تصمیم گرفت برود و روی صندلی بنشیند و دید کسی بر آن نشسته نیست و فهمید حضور آقای سالخورده توهم بوده است. پرنسس با لبخندی دستش را به سویم دراز کرد. چند لحظه‌ای سر پا ماند با همان لطف خاص شعر مالر که پایانش چنین است: و به افتخارشان فرشتگان برمیخیزند. پوزش خواست از اینکه دوشس هنوز نیامده بود. انگار که بی او حوصله‌ام سر میرفت. برای گفتن این سلام به من، در همان حال که دستم را به دست داشت، با حرکتی پر از ظرافت دورم چرخید. چرخشی که حس کردم گردبادش مرا با خود میبرد. کم مانده بود انتظار داشته باشم که پس از این چرخش، همچون گرداننده یک برنامه رقص و مسابقه، عصای دست آجی یا ساعتی موچی به من بدهد. حقیقت این است که چیزی از این نوع به من نداد و به حالتی که انگار به جای آهنگ رقص بوستون کوارتتی ملکوتی از بیتهوون را می شنود و می ترسد به نواهای بی همانندش آسیب بزند، گفتگو را قطع کرد، یا به عبارت بهتر اصلا شروع نکرد و هنوز شاد و خندان از اینکه آمدنم را دیده بود فقط به من گفت: پرنس دوگرمانت کجاست؟ از او دور شدم و دیگر جرأت نکردم به نزدیکیش بروم، چون حس کردم که مطلقاً هیچ گفتنی با من ندارد و در کمال حسن نیت آن زن بی اندازه شکوهمند و زیبا، نجیب زاده چون بسیار بزرگ بانوانی که با سر بلند از سکوی اعدام بالا رفتند، کاری جز این نمیتواند که یا شربتی تعارفم کند یا آنچه را که دو بار گفته بود باز هم بگوید: پرنس در باغ است. و برای من رفتن به سراغ پرنس به معنی آن بود که دودلی هایم را به شکل دیگری زنده کنم.